الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دانش بجان عزيز، امروز ما به درس دیگر از دروس در سلسله دروس عقیده مسلمان در واحد علمی شبکه جهانی نور میپردازیم. درسی که ما امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد در رابطه با انواع توحید و تقسیم بندی های اون هست. البته ما چندین درس رو به این مسئله اختصاص دادیم. باید بدونیم که هنگامی که ما کتاب های عقیده و توحید اهل سنت و جماعت رو مطالعه می کنیم می بینیم که صحبت میشه در رابطه با مسئله توحید و اقسام آن و تقسیم بندی های آن. این مسئله را ما در تمام کتاب های عقیده اهل سنت و جماعت می بینیم. به سبب اهمیت این موضوع و جایگاه ویژه این موضوع ما تصمیم گرفتیم قبل از این که بپردازیم به صورت تفصیلی در رابطه با اقسام توحید صحبت کنیم، تصمیم گرفتیم که مقداری در رابطه با تقسیم بندی توحید صحبتی داشته باشیم. در رابطه با اینکه تقسیم بندی توحید و اقسام آن یعنی چه؟ چیست؟ و چگونه و از کجا نشأت گرفته؟ از کی آغاز شده؟ از کجا آغاز شده؟ و همچنین در رابطه با رابطه انواع مختلف توحید با یکدیگر چیست؟ چه رابطه بین انواع مختلف توحید وجود داره؟ در این رابطه نیز صحبت خواهیم کرد. و از دیگر مطالبی که در این مقدمه ما به آن خواهیم پرداخت اینه که ثمره این تقسیم بندی، فائده این تقسیم بندی چیست؟ به این مسئله نیز ما در درس خود اشاره خواهیم کرد بإذن الله. و مطالب دیگر در رابطه با انواع توحید و تقسیم بندی آن را ما به اذن الهی در درس‌های خیش مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. قبل از این که بپردازیم به صورت تفصیلی به اقسام توحید، در رابطه با اقسام و انواع توحید به صورت تفصیلی صحبت کنیم، ابتدا مقدمه در رابطه با این مطالبی که ذکر شد در رابطه با تقسیم بندی های توحید از کجا نشأت گرفته، از کی آغاز شده و ثمره و فایده آن چیست، ارتباط بین اقسام توحید با یکدیگر چیست، چه ارتباطی بین اونها وجود داره، به این مطالب خواهیم پرداخت. و بعد از اینکه این مطالب را ما به اتمام رساندیم به اذن الهی، بعد از اون میپردازیم به ذکر تفصیلی هر نوع از انواع توحید. در رابطه با توحید ربوبیت به اذن الله در دروس زیادی صحبت خواهیم کرد، به همین صورت در رابطه با توحید الوهیت و همچنین در رابطه با توحید اسما و صفات انشاءالله در مورد هر کدام از آنها در چندین برنامه به ذکر اونها خواهیم پرداخت. اما همه گونه که گفتیم، قبل از این که بپردازیم به ذکر تفصیلی انواع توحید، اجازه بدید که چند درسی را ما در رابطه با این مطالبی که گفتیم مقدمه در این رابطه داشته باشیم، در رابطه با این تقسیم بندی های توحید، در رابطه با تاریخ نشأت گرفتن این تقسیم بندی، در رابطه با رابطه انواع توحید با یک دیگر، در رابطه با ثمره و فائده این تقسیم بندی ها، در رابطه با این مسائل با یک دیگر صحبت هایی داشته باشیم. همون گونه که مشاهده می کنید، انواع توحید و تقسیم بندی آن موضوع کلی است که ما انشاءالله در چندین برنامه قبل از اینکه بپردازیم به ذکر تفصیلی انواع توحید به ذکر این خواهیم پرداخت. اولین موضوعی که ما در رابطه با آن صحبت خواهیم کرد، بینندگان عزیز، دلیل این تقسیم بندی توحید چیست؟ چه دلیلی برای این تقسیم بندی وجود داره؟ بایستی بدانیم که دلیل تقسیم بندی توحید استقراء است که علمای اسلام در نصوص شرع داشتند. استقراء تامی که علمای اسلام در نصوص شرعی داشتند، یعنی در آیات قرآن مجید و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. به این معنا که علمای اسلام اومدند آیات قرآن مجید را و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد بررسی قرار دادند، تمام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به این تقسیم بندی در مورد توحید دست پیدا کردند.
آیات قرآن مجید را و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد بررسی تام قرار دادن، مورد استقراء تام قرار دادن. این به این نتیجه رسیدند که آیاتی در قرآن مجید و احادیثی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد وحدانیت الله سبحانه و تعالی در آفریدن، خلق کردن، در رابطه با رزق و روزی رساندن، در رابطه با تدبیر امور کون و هستی وجود دارد. یعنی در رابطه با افعال الله سبحانه و تعالی، در رابطه با افعال الله سبحانه و تعالی، وحدانیت الله سبحانه و تعالی در وحدان در افعال خیش. این یک نوع توحید است. به این نتیجه رسیدن که این یک نوع توحید است، توحیدی در رابطه با افعال الله سبحانه و تعالی. این یک نوع هست. و همچنین مشاهده کردند که آیاتی و احادیثی وجود داره در نصوص شرعی در رابطه با اسمهای نیکو و صفات والای الله سبحانه و تعالی و بی همتا بودن ایشون الله سبحانه و تعالی و بدون شریک بودن ایشان در این اسمها و صفات. دریافتند که این یک نوع دیگر از توحید است در رابطه با اسمها و صفات الله سبحانه و تعالی. و همچنین دریافتند که یک سری دیگر از نصوص شرعی وجود دارد، یک سری نصوص شرعی دیگر وجود داره در رابطه با وحدانیت و یگانگی الله سبحانه و تعالی در رابطه با پرستیده شدن. آیاتی که بیان می‌داره که تنها الله سبحانه و تعالی است که شایستگی عبادت شدن رو داره و امر شده در این آیات بنده به اینکه فقط الله سبحانه و تعالی را بپرسته، تمام انواع از انواع عبادات را برای الله سبحانه و تعالی به جای بیارد. آن کسی که شایستگی آن را داره که عبادت بشه فقط الله سبحانه و تعالی است. وحدانیت الله سبحانه و تعالی در پرستیده شدن، در عبادت شدن، دریافتن که این نیز یک نوع دیگر توحید است. پس می‌بینیم که با استقراء، با مطالعه، تحت مطالعه و بررسی قرار دادن نصوص شرعی، آیات قرآن مجید و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافتند که یک نوع توحید در رابطه با افعال الله سبحانه و تعالی است. توحید ربوبیت اون رو نام نمیدن بدن. و یک نوع از توحید در رابطه با اسمها و صفات الله سبحانه و تعالی است. این را توحید اسما و صفات نامیدند. و یک نوع از توحید نیز، یک نوع از نصوص نیز در رابطه با وحدانیت الله سبحانه و تعالی در عبادت شدن صحبت میکنه که این رو توحید عبادت یا توحید الوهیت نامیدند. پس از طریق استقراء، استقراء تام، از طریق استقراء تام به این نتیجه رسیدند که توحید در نصوص شرعی یک نوع نیست بلکه چند نوع هست. یک نوع نیست بلکه چند نوع هست. و این مسئله را چگونه دریافتند؟ از طریق استقراء تام، یعنی مورد بررسی قرار دادن تمام نصوص شرعی در قرآن و در حدیث به این مسئله رسیدند، به این نتیجه رسیدند. و استقراء بینندگان عزیز، دانشپژوهان عزیز، روشی است که در آن از بررسی قضایای جزئی به نتیجه کلی دست یافته می شود. با بررسی کردن قضایای جزئی به نتیجه کلی دست پیدا کرده می شود. و استقراء، استقراء تام حجت هست. استقراء تام که در اون تمام قضایای جزئی مورد بررسی قرار می گیره، تمام آنها، استقراء تام، این حجت هست. چرا؟ چون یقین آور هست. نه تنها در علوم شرعی، نه در دین، نه تنها در دین، بلکه در هر علمی از علوم استقراء تام حجت می باشد. همان گونه گفتیم، نه تنها در علوم شرعی، حتی در سایر علوم. مثلا هنگامی که یک اخترشناس میاد و مدار تمام سیاره های منظومه شمسی رو مورد مطالعه و بررسی قرار میده، تک تک سیاره های منظومه شمسی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی استقراء تام رو به وجود و به دست انجام داده.
و به این نتیجه میرسه که تک تک این سیاره ها دارای مداری بیضوی هستند. تک تک این سیاره ها دارای مداری بیضوی هستند. پس به این نتیجه کلی میرسه که مدار تمام سیاره های منظومه شمسی بیضوی است. این یقین آور هست. این استقرای تامی که این اخترشناس انجام داده، رصد کرده تمام سیاره های منظومه شمسی و مدار اونها را و به این نتیجه کلی رسیده. این نتیجه کلی اون که از طریق استقرا تام به دست اومده حجت هست، چون یقین آور هست در علوم شرعی و در غیر علوم شرعی، در تمام علوم، در تمام علوم استقرا تام حجت هست. و ما این استقرا رو، استقرا تام رو در سایر علوم شرعی نیز می‌بینیم. کاربردهای زیادی داره در علوم اسلامی، به عنوان مخصوصا در فقه، در فقه اسلامی از طریق استقراء تام ما علما مسائل بسیاری رو استنباط کردند. مثلا در مورد نماز، اگه بخوایم به عنوان مثال نماز رو ذکر کنیم، میبینیم که در کتب فقه در رابطه با نماز که صحبت میشه، ذکر میشه ارکان نماز، 1، 2، 3، 4، 5 ارکان نماز ذکر میشه، در حالی که ما در هیچ نصی از نصوص شریعت، چه قرآن چه حدیث، نداریم که بدین صورت حدیث یا آیه آمده باشه یا حدیثی آمده باشه که ایها المسلمون ارکان نماز اینها هستن، 1، 2، 3، 4، 5. به همین صورت در رابطه واجبات نماز، سنت های نماز یا مبتلات نماز، ما آیه خاص در این رابطه نداریم که ایها المسلمون ارکان نماز اینها هستن، واجبات نماز اینها هستن، سنت های نماز اینها هستن و مبتلات نماز و مکروهات نماز اینها هستن. آیه در رابطه نداریم. پس این موضوع را که ما وقتی میبینیم در کتب فقه، اینها را علما از کجا آوردن؟ از طریق استقراء، از طریق استقراء تام تمام آیات قرآن مجید را مورد بررسی قرار دادند، تمام احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه کلی رسیدند. با بررسی و پژوهش قضایای جزئی به نتیجه کلی رسیدند و این نتیجه کلی آنها یقین آور هست و حجت هست. و به همین صورت نه تنها در رابطه با نماز، همان گونه گفتیم در فقه اسلامی استقراء کاربرد زیادی داره، استقراء تام. مثلا در مورد روزه، حج، زکات، تمام اینها، در رابطه با ازدواج، در رابطه با بیوع، ما میبینیم که علما ذکر میکنن ارکان این عبادات و این معاملات را، سنت های آن را ذکر میکنن، مکروهات آن را ذکر میکنن، مبتلات آن را ذکر میکنن. این از کجا به دست آمده؟ از طریق استقراء، از طریق مورد بررسی و پژوهش قرار دادن نصوص شرعی در این رابطه و به این نتیجه کلی رسیدند. و تقسیم بندی توحید نیز بار دیگر ذکر میکنیم از همین راه به دست آمده. تقسیم بندی توحید، بینندگان عزیز، دانشپژوهان عزیز، ما در رابطه با تقسیم بندی توحید صحبت میکنیم، اما دسته های توحید، اقسام توحید، اینها دلیل آنها نصوص شرعی است. خود نصوص شرعی، خود نصوص شرعی در رابطه با تک تک دسته های توحید صحبت کردند، اما دسته بندی به صورت کلی، تقسیم بندی آنها، این را علما از طریق استقراء تام به دست آوردند. گشتند کل آیات و احادیث را، همان گونه گفتیم، دیدند و مشاهده کردند که برخی از نصوص شرعی در رابطه با وحدانیت الله سبحانه و تعالی است در افعال ایشان، مانند خلق کردن، مانند رزق و روزی رساندن، مانند زنده کردن و باز ستاندن زندگی، مانند تدبیر امور هستی. تمام اینها افعال الله سبحانه و تعالی است که ایشان در این افعال یگانه هستند، یکتا هستند، هیچ شریکی ندارند، هیچ همتایی ندارند. این یک نوع توحید است، این یک نوع توحید است. دیدند که نوع دیگری از توحید باز وجود دارد و این دیدند در رابطه با اسمهای نیکوی الله سبحانه و تعالی و صفات والای ایشان هست و یگانگی ایشان، یکتا بودن ایشان،
بی شریک و بی همتا بودن ایشان در این اسم‌ها و در این صفات است، در این صفات اسمای نیکو و صفات والا، دیدن که این یک نوع دیگر از توحید است، توحید اسما و صفات. دیدن باز یک دسته دیگر از نصوص شرعی، یعنی در آیات قرآن مجید و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد که در رابطه با وحدانیت الله، یکی بودن الله سبحانه و تعالی، بی همتا و بی شریک بودن الله سبحانه و تعالی در شایستگی پرستیده شدن هست، در شایستگی پرستیده شدن هست. اینکه فقط ایشان هستند که شایستگی این را دارند که عبادت بشن، پرستیده بشن. و در آیات امر شده است بنده به اینکه فقط الله سبحانه و تعالی را عبادت کنند، متذکر شده این نصوص شرعی بنده را که فقط الله سبحانه و تعالی را عبادت کنند، دریافتند که این نیز نوع دیگری از توحید است. پس با استقراء نصوص شرعی دریافتند که توحید به سه دسته تقسیم می شود، به سه دسته توحید تقسیم می شود. توحیدی در رابطه با افعال الله سبحانه و تعالی است، توحید ربوبیت. توحیدی در رابطه با اسمها و صفات والای الله سبحانه و تعالی است، توحید اسما و صفات. و توحیدی در رابطه با افعال بنده در رابطه با الله سبحانه و تعالی، با وحدانیت الله سبحانه و تعالی، یعنی توحید الوهیت و یا توحید عبادت. دیدن که توحید به سه دسته تقسیم میشه از طریق استقراء. حالا برخی از علما، مخصوصا علمای متقدمین، اومدند دو دسته از توحید ربوبیت و اسماء و صفات رو در یک دسته قرار دادن. اونها میگن که توحید به دو دسته تقسیم میشه. علی کل حال مضمون تمام اینها یکی است، هیچ کدام از این تقسیم بندی ها چیزی را از دیگری بیشتر ندارد یا کمتر ندارد. اما کل انواع توحیدی که در قرآن و حدیث، یعنی نصوص شرعی هست، سه نوع هستند، سه دسته هستند. و این مسئله همان گونه گفتیم، دانش پژوهان عزیز این را بایستی بدانید که دلیل این تقسیم بندی ها، دلیل این که توحید یک نوع نیست، توحید چند نوع می باشد، استقراء تام در نصوص شرعی است. استقراء تام در نصوص، از طریق استقراء تام و در نصوص شرعی ما دریافتیم که توحید یک نوع نیست، بلکه چندین نوع است، یا سه نوع هست، یا در تقسیم بندی متقدمین دو نوع هست، هنگامی که نوع اول و نوع دوم رو با هم دیگه دمج کردند، در یک دسته قرار دادند. این در رابطه با تقسیم بندی توحید است. اما خود دسته های توحید، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات، اینا برای هر کدام از آنها آیات بسیاری و احادیث بسیاری در نصوص شرعی وجود دارد، در نصوص شرعی وجود دارد. دلیل هر دسته نصوص قرآن، نصوص شریعت می باشد، آیات قرآن مجید است، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. اما دلیل تقسیم بندی و دسته بندی توحید استقراء تام است. پس باید بین این دو مسئله فرق قائل بشویم. هنگامی که میگوییم دلیل تقسیم بندی چیست، میگیم استقراء تام در نصوص شرعی، استقراء تام در نصوص شرعی. اما دلیل هر دسته از انواع توحید، توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات چیست، میگیم نص شرعی، آیه قرآن مجید، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. دانش پژوهان عزیز، پس ما در درس امروز این مسئله را یافتیم، دریافتیم که دلیل تقسیم بندی توحید استقراء تام در نصوص شرعی می باشد. وقت برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و امیدواریم که شما دانش پژوهان عزیز از این درس کمال استفاده را برده باشید. و همون گونه که همیشه مسئله را ذکر میکنیم، بینندگانی که نتوانستند این برنامه را ببینند یا میخواهند که دوباره آن را مورد مشاهده قرار بدن، میتونند به سایت واحد علمی شبکه جهانی نور مراجعه کنند. انشاءالله این درس را آنجا خواهند یافت و میتوانند که دوباره و برای بار دیگر اون را مشاهده کنند. و آخر دعوانا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.